ساب گایز، چطورید بچه ها؟ خیلی خیلی خوش اومدین به ویدیوی امروزمون. خدا بگم چی کارش کنه کمکسو که پای دوربین من رو از من گرفته و روش پروژکتور نصب کرده و من با مشقت فراوان دارم از شما فیلم میگیرم. برای شما فیلم میگیرم. خب امروز توی این ویدیو ما خداشکر قرار نیست وقت زیادی رو اینجا سپری کنیم، چون من الان کاملا خم شدم و قوس کردم تا بتونم با تو حرف بزنم. نفسم گرفته بود چون که قرار نیست زیاد آرایش کنیم، چون من دارم میرم که لباس پروف کنم و بعدش قرار برم باشگاه و شب وقت نکنم دیگه صورتمو بشورم. بر همینه که یه روتین پستی عادی انجام میدیم و بعدش میریم دنبال زندگیمون. هیچ چیز کرمی که رنگی باشه قرار نیست به صورتمون بزنیم، مثل کرم پود یا کانسیلر. اوکی دیگه، that's it. حرفو پرنده اول میزنیم. بچه‌ها دوست دارم توی کامنت ها برام بنویسید که دوست چه ویدیویی رو بیشتر ببینید. یعنی در واقع من الان توی چند تا ولاگ هم بهتون گفتم، همینجا تاکید میکنم که مورد شور PMS رو ببرم، دارم تموم میشم. بله میگفتم بچه ها، همیشه ما که اینو ازم پرس اصلا میپرسید این چیه ضد آفتابه، ما که شم جنوه بهتون با اینکه خیلی گفتم بازم تو ناشناس همیشه ازم میپرسید. بله بچه‌ها، تو ویدیوهای قبلی هم بهتون گفتم که من در پی ساختن برنامه‌های خیلی مفرح و جذاب و حرفه‌ای روی یوتیوب هستم. این که سرم میزن شلوغه، میبینید چی میگم؟ و کلن اگر قرار باشه ما هفته ای دو تا ویدیو بذاریم، خب یکیش اونه. دوستان ازتون بخواستم که دوستان اون یکیش چی باشه؟ اگه قرار باشه هفته ای دو تا ویدیو بذاریم، خب یه دونش اون برنامه‌ای که دارم میسازم که سورپرایزه، یه دونه دیگه‌اش چی باشه؟ خب چون که همیشه توی ویدیوها میبینم که دارید نق میزنید که وای تو چقدر عوض شدی، دیگه تولید محتوات خیلی فرق کرده، دیگه ما دوست نداریم اینو مثل اون موقع ها. البته دروغ نگم خیلی هم اینو نمیگید، ولی شنیدم به هر حال تک و تون کردتون. خب دوست دارم ازتون بپرسم که چی دوست دارید براتون بسازم؟ آیا ولاگ های همینجوری رو بیشتر دوست دارین، یا دوست دارید که ویدیوهای کاپلی و چالشی براتون بذارم، یا آنباکسینگ بذارم، یا ولاگ سفر بذارم، چی بذارم؟ هرچی که دوست دارید و از نظرتون کول و باحال و ایناست رو تو کامنت ها برام بنویسید. منم دیگه تمومم. انقدر تو سکانس قبلی خم شده بودم، اینطوری نشسته بودم که تمام دل و رودم درد گرفته. خب این که از این. بله بچه ها، همونطور که شنیدید your girl is going to the gym. همونطور که میدونید یا نمیدونید، من قبل از این که بیام تو کار فضای مجازی خیلی ورزشکار بودم و ورزش زیاد میکردم. یعنی زمانی که دبیرستانی بودم داشتم کاراته و شنا رو همزمان خیلی حرفه‌ای دنبال میکردم و اینجور داشت که از مدرسه میمدم خونه فقط کوله مدرسه رو مینداختم، کوله باشگامو که از شب قبل آماده کرده بودم برمیداشتم و میرفتم ساعت 9 شب برمیگشتم. اول کلاس کاراتم بود، بعدم کلاس شنام بود. و بعدش اتفاقی افتاد این بود که پاندمی شد و قرنطینه شد و دیگه کلاس‌ها تعطیل شد. منم نشستم خونه و نشستم پای فضای مجازی و دیگه موندم که موندم. یکی از نکاتی که موجوده اینه که خب من یا کاراته میرفتم که لباس مخصوص خودشو داشت، یا شنا میرفتم که خب اونم لباس مخصوص خودشو داشت. الان من دارم میرم باشگاه، خب دارم میرم فانکشنال. بر همینه که لباسی که مناسب اونجا باشه نداشتم، همین رفتم خریدم، الان خودتون نشون بدم. خب این اولین ستمه که با لگ همین رنگیه، واقعا حسن ندارم الان لگم عوض کنم، لگم همین رنگیه سبزه، با اون میپوشم و بذارید ست دوم بپوشم. اجازه بدید. خب دومی اینه که اینم با لگ زرشکی میپوشم. لگ زرشکی همو دیدید تو ولاگام، اونم حال ندارم عوضش کنم، فقط خواستم بالاتنها رو بهتون نشون بدم چون لگه دیگه. یه دونه دیگه هم هست که اون صورتیه و اینجوری پشتش بازه، هم به خاطر شعونات نمیتونم بپوشم. همین که یه دقیقه وایس اونجا، همین که تو لباس شیه جلسه پیش پوشیده بودم انداختم لباس شیه، هنوز روشن نکردم. همین دیگه، امروز هم قرارم باشه که این میخوام بپوشم. بریم بیرون، میخوام بریم لباس بخریم، با مامانم قرار دارم، دیرم هم شده. Let's go. خواهچا ساعتو دیدم، فهمیدم که اونقدر وقت ندارم که پلن رو جوری بچینم که برگردم و سلام بردارم بعد برم باشگاه. باید با همین لباسا برم که مستقیم از خرید برم باشگاه. این کیفم خریدم، گفتم بزرگ باشه که همه وسایلم پوشیده بشه. و این قمقمه همونطور که میبینید کلا ستم زرشکیه، کتونی باشگاه هم داشتم اونم زرشکیه. و این مانتوه ابسولوتلی از این هم تو آینم بهتون نشون میدم. همین دیگه، اینا رو خریدم برای باشگاه. به هم ریخته بودن زندگی بچه‌ها ذره ای توجه نکنید. This is اینو خریدم. امروز در چهار من ماشین ندارم، مهران برده ماشین رو، برای همینه که اسنپ کد بود یاد اسنپ سواشم برم دیگه.
خیلی دارم آبسستم که به جای کتونی یا هر چیز دیگه کراکس بپوشم، چون خیلی راحته برام. نظر دیگر اون مهم نیست، راحتی خودم از همیشه مهمتر. جدی شلوار چند راحت همه چرا بگم که من راحت باشم. دوستش میدارم ولی نمیدونم بخرم یا نه. بچه ها کدوم کتونی رو بخرم؟ مشکل جفتش. بچه ها این همه خرید کردم که تو مامانم میبره خونه، بعد حالا شب میرم خونه مامانم اینا رو میپوشم بهتون نشون میرم، یا میارم انشالله فوقش خونه خودم میپوشم بهتون نشون میدم. الان دارم میرم باشگاه، اومدم یه قهوه بزنم برم باشگاه. خرید خوب بود مامان جان؟ عالی. بچه من خیر سرم دارم میرم باشگاه، مامانم گذاشت. این چیه آخه؟ خوشمزه است، برو بسوز. واقعا دارم تموم میشم بچه‌ها، خدافظ. خب بچه‌ها، من از باشگاه برگشتم، رفتم دوش آب داغ گرفتم چون روز پا بود تو باشگاه و نمیتونستم را برم. به معنی واقعی کلمه پی ام اس هم هستم که دیگه اصلا بدتر بماند. خب دارم مدل موی جدید میخوام. همونطور که میدونید موهای من مجعده، یعنی وقتی که خیسه هر مدلی ببافمش هم مدلی میشه وقتی که بازش میکنم و خوش میشه، اگرم نبافمش که همینجوری خوش میشه و زیاد چیز جالبی نمیشه و هم باید حتما ببافمش. روغن آرگان میزنیم، این سرم موی پریمو میزنم، اینم خیلی چیز خوبیه. حتی این بیشتر محافظ در برابر حرارت، مثلا اگه بخوای موهاتو اتو بکشی یا سشوار بکشی خوبه که قبلش بزنی، ولی خب نرم کننده مو هم هست، نرم کننده موهای وزاره مثل موی من، برای همینه که من میذارم دیگه با اینکه سشوارمش رو نمیکشم. چربی رو از دستمون میگیریم. خب شونای چوبی که تازه خریدم بچه ها خیلی چیز خوبیه و همتون پیشنهاد می‌کنم شونتون رو چوبی کنید. دیجی کالا هم یه وقتا تخفیفای وحشتناک میذاره، مثلا اینو بکنم 400 خورده ای بود، من خریدم 200 خورده ای. بچه ها هر چی ریشه موهام داره در میاد احساس میکنم رنگ موم داره بهتر و بهتر میشه. خب منظور از مدل موی جدید اینه که دارم فر ریز میخواد. همیشه فر درشت بود، حالا فر ریز میخواد. وقتی که موهای من فر درشته دوتا میبافم، یه دونه این ور یه دونه این ور. وقتی که میخوام فر ریز کنم، اون موقع که موهام بلند بود معمولا 4 تا میبافتم، یعنی 8 تا، 4 تا این ور 4 تا این ور. الان نمیدونم، بریم ببینیم چند تا میشه که ما اینو انجامش بدیم و بریم خونه مامانم که خب خریدم ازش بگیرم و بپوشم. شما ببینید دیگه، اف کورس دیگه نمیخوام دلتون بخواد که کل پروسه بافته موی منو ببینید، بنابراین قطع میکنم هر وقت بافتم کلشو بهتونشون میدم. دهنم سرویس شد، فقط میخوام بدونید که این کار خیلی سخت بود. اوکی درسته برای شما یه ثانیه گذشت، ولی برای من جهنمیه که الان 1000 ساعت توشم و هنوز تموم نشده. کل موهام مونده هنوز. این چیه یه هوی مسحت؟ نمی که باید نبازش کنم. خیلی اگه فکر کردین که من قراره اینا رو باز کنم، not gonna happen. تا آخر عمرم قراره موهام همینجوری بمونه، بهش عادت کنید. Thank you. یه احترام عجیب و جدیدی برای بافتکارا قائل شدم که وصف ناپذیره. اوکی معده درد گرفتم، لتس گو بچه ها بریم لباسامونو ببینیم. خب بچه ها لوکیشن جدید پیدا نکردم و اینجا رو برگزیدم از میان انجمن. ببینید here's the thing، من اصلا آدم نایت پرسن یا نایت اولی نیستم، اصلا از اون طرف آدم مورنینگ پرسنی هم نیستم. خب یعنی من تایم مفید زندگی مثلا 6 صبح نمیتونم داشته باشم توی عمرم، مثلا 9 10 صبح خوبه تا 11 شب، 11 شب بگذره من تموم میشم، خاموش میشم، اصلا نمیتونم. و الان ساعت 12 است، اگر من الان دارم ویدیو میگیرم خودم رو کشتم. برای همین لایکو بزن، لایکو حتما بزن تا اینجا اومدی. بریم لباسا رو تازه کنم براتون بپوشم. یعنی ببین دیگه واقعا ترکوندم. ببینیم که لباس چی خریدیم. ببین این بافتو خریدم که نیم تنه است، فکر کنم از توی آینه بهتر میبینید. این بافتو که همین فردا قرارستم، فردا رو داشتم نخریدم. خب اوکی بچه، این بادی رو خریدم، مامانم دو تا بادی برام خریده بود که
یکی برام تنگتر و ناراحت‌تر بود. در همین واقعا به یه بادی که توش راحت باشم احتیاج داشتم. عاشق این فینگرشم. خیلی ازم خوشه. به عنوان بادی الان حال نداشتم ببرنمش، ولی خب دیس ایز دیگه. این واسه زیر هر کتی، هر کاپشنی، هر چیزی خیلی باحاله به نظرم. هرچند که این بافت جلو طرحدار یا حالت ضربدریه باحالو خریدم که یه ذره نسبت به این راشوخ دلشکرم به لباسامون پشت توجه نکنید، چون که از همشون گرمتر بود ولی هیچ چیز خاصی نسبت به بقیهشون نداره. منم دم صندوق قیمتش رو فهمیدم، چون فکر میکردم که یه خورده بعد توی رنج باشن اینا، چون همشون شبیه همن، ولی هیچ چیز خاصی نسبت به بقیه نداره، ولی از همشون گرمتر بود به خاطر نمیدونم این مدلشه یا به هر حال یه خورده اگه میتونستم حتما پسش میدادم، ولی نمیتونم به خاطر اینکه اونجا حراج بود و روزایی که حراجه اون مغازه کلن پس دادن نداره. حالا این آیتمشون تو حراج نبود ظاهرا، ولی خب به هر حال بازم شامل قانون نمیتونید پس بدید میشه. نمیدونم شما بهم بگید آیا این چیز خیلی اسپشیال تری داره. نمیدونم، میدونم که خیلی آیتم های مشکی دارم، ولی خب به این فکر کنید که روه رو آدم رنگی میخره، کرم، زرشکی، توسی، هرچی، ولی اون چیزی که اون زیر پوچیدی مشکی باشه بهتر و بیسیک تره. یه دونه جوراب برای باشگاه خریدم و همین. دوتا آیتم دیگه خریدم که اونو بهتون نشون نمیدم، توی ولاگ سیکا شدنم برید ببینید، عکسای سیکا شدنم برید ببینید، اون برای اون داستانه. خب بچه ها این از این ویدیو، خیلی ممنونم که ویدیو رو تا انتها تماشا کردین. خیلی خیلی دوستتون دارم و مثل همیشه لاک و سابسکرایب برای حمایت از من فراموشتون نشه و تیک ویدیو دیگه با سابا سوین. خدا نگهدار، اینسان فراموش نکنین. دلم نمیاد درش بیاد مینو.